بینندگان و شنوندگان عزیز و محترم به برنامه دانش، بینش و آزادی خوش آمدین. بنده حبیب ریاضتی در خدمت شما هستم و به اتفاق همکارانم، مهمانان عزیزم، هدف این برنامه آن است که یک فضایی برای تعمق، تفکر و دانش‌اندوزی و از همه مهمتر بینش جدیدی رو حاصل بکند که ما بتوانیم برای خودمان و دیگران یک عضو سازنده‌ای برای اجتماع باشیم. این برنامه ها همونطور که میدانید از طرف بنیاد غیر انتفاعی Human Intimating Foundation یا به طور مختصر بنیاد انسان تقدیم حضور شما میشه و به هیچ گونه حزب‌های سیاسی یا مذهبی خاصی تعلق نداره، ولی همونطور که به استحضارتون رساندم سیاست و مذهب از عوامل پویایی جامعه است، ولی ما سعی نمی کنیم طرفی رو بگیریم و یا طرفی بدی بگیم، بلکه حقایق رو بررسی می کنیم. این برنامه ها همونطور که می دانید از هفته قبل به مدت نیم ساعت اضافه شد و یک ساعت و نیم هست، بنابراین ما فرصت بیشتری در انتهای برنامه برای سوال و جواب و پیشنهادات و نظریات شما تخصیص داریم. خبر دیگر آن است که اگر شما فیسبوک دارین، این برنامه به صورت زنده در فیسبوک، اگر اندیشه جز اون گروهی هست که شما در فیسبوک خودتون بهش متصلین، اگر هم نیستین فقط میتوانید بنویسید اندیشه و برنامه رو میتوانید هر آن توجه بفرمایید. فقط هم این برنامه نیست، بلکه تمام برنامه ها رو میتوانید ببینید. اما برنامه امروز در مورد مفهوم روشنگرایی از دیدگاه عملی است، یعنی آن که واقعا مفهوم اندیشه چیست، روشنگرا آیا میاندیشد، آیا تمام کسانی که میاندیشند واقعا راه‌حل‌های منطقی فارغ از تعصبات دارند، نقش اندیشه در ایران عزیز ما چیست، نقش دین و سیاست در ایران چیست، و روشنگرایی رو در ارتباط با گذشته، حال و آینده ایران و همچنین با در نظر گرفتن نقش جوانان که عامل سازنده اجتماع هستند چگونه در نظر میگیریم. مهمان عزیز و ارجمندم، دوست مهربانم، کسی که سالیان درازی در خدمت جامعه بودند به طرق مختلفه و الان هم سرپرستی مدیر عامل تلویزیون اندیشه رو به عهده دارن، جناب پرویز کاردان رو با خودمون داریم. ضمن عرض تشکر، خوش آمد میگم. ممنونم آقای ریاضتی عزیز و خوشحالم که در برنامه شما هستم. بذارید یه واقعیت رو بگم. من با وجود این که بسیار کارم زیاده و گرفتاری دارم، برها مثل همه، اما از بینندگان برنامه شما هستم. حتی اگر روزهای شنبه فرصت نکنم که به صورت زنده ببینم، و علاوه خوشبختانه الان روی فیسبوک هم پخش میشه، میتونیم ببینیم، بعد از آرشیف در یک فرصتی نگاهی بهش میکنم. برای اینکه ما انسان ها باید یاد بگیریم که بیاموزیم و از همه استفاده بکنیم، خب، و تعصب روی مسائل نداشته باشیم و عقاید همه محترمه، به ویژه شما که اون جنبه بیطرفیتون رو من احترام بسیار بهش قائل هستم. فدای شما. این البته از لطف شما هست و معمولاً در روانشناسی جناب کاردان میفرمایم بیشتر چیزایی که ما میبینیم به خاطر آن است که در خودمونم داریم، یعنی در حقیقت بیشتر این صفاتی رو که شما از این تلویزیون میبینید و بلخص این برنامه میبینید با عدم استحقاقی که بنده دارم ذکر میکنید، ولی این گویای حالات فکری و روانی شماست و من خوشبختم که این رو ذکر کردم. خواهش میکنم، محبت کردید. جناب کاردان، تلویزیون اندیشه
اندیشم یک کلمه خیلی قامز و جامع و و اندیشمندان هم مدعی و از لحاظ شما به عنوان یک فردی که اصلا ساختار فکریت این مطالب بوده، اندیشه رو به طور عام و خاص چگونه تعریف میکنی؟ ببینید، خود لغت اندیشه میتونه تعریف زیادی رو داشته باشه، اما شاید مهمترین نکتهش اینه که آنچنان به سرعت در مورد مسائل اظهار عقیده نکنیم و یک کمی بیاندیشیم. شاید بسیاری از مشکلاتی رو که ما امروز به دوش میکشیم بعد از واقعی که در میهنمون اتفاق افتاده و امروز من که باید الان در میهن خودم باشم و دوران بازنشستگی رو بگذرونم و با میهنم باشم، اینجا در خدمت شما هستم، این بوده که مردم واقعا اندیشه نکردن آنچنان که باید و شاید، به ویژه کسانی که در رأس کار بودن، به ویژه کسانی که جزو روشن فکرانمون بودن، آنچنان که باید اندیشه نکردن. و البته این منحصر به ایران نیست، در مورد وقایع ایران گاهی اوقات که نگاه میکنیم میبینیم آدمهایی مثل ژان پل سارتر هم بدون اینکه اندیشه کنن در مورد واقعه ایران اظهار عقیده کردن و بعضی ها رو در ردیف گاندی گذاشتن بدون اینکه حتما گاندی رو به درستی نمیشناختن و بدون اینکه مذهب رو به درستی نمیشناختن، به ویژه مذهبی رو که خمینی با خودش آورده بود. و بنابراین میبینیم که کسانی رو که گاهی اوقات به عنوان افرادی که باید ازشون تبعیت کنیم مثل ژان پل سارتر هم میتونن اندیشه درستی نداشته باشن و آنچنان که باید و شاید اندیشه نکنند. بنابراین اندیشه به نظر من یکی از صفات بسیار خوبی است که انسان میتونه داشته باشه و اندیشیدن یکی از صفاتی است که در وجود آدمی هست و باید ازش استفاده مثبت بکنه نه استفاده منفی. امیدوارم که تلویزیون اندیشه هم همه با اندیشه بهش نگاه بکنن و استفاده خوب ازش بکنن. یعنی در حقیقت بیاناتی که فرمودین، اون چیزی که جلب توجه من رو کرد، انسان وقتی یه تعصبی داره از هر قبیل، این تعصب به زبان ساده میشه یک کانالی که همه چیز رو توسط اون میبینه، رنگ بهش میده و بعد اظهار نظر میکنه. پس بنابراین اولین چیزی که من دیدم آن است که برای اینکه بیاندیشیم، که به قول شما قوه ممیزه حیوان از انسانه، ما بایستی مفهوم اندیشیدن رو از خصوصیاتش بفهمیم. مثلا من میتونم دکتر باشم، میتونم پولدار باشم، میتونم به قول شما رهبر باشم، ولی میتونم اندیشمند نباشم. میخواین یه مقدار در مورد خصوصیات اصلی و فرعیه اندیشیدن صحبت کنیم؟ حالا شک نکنید که هر چیزی در دنیا، آقای ریاضتی عزیز، هم خصوصیات بد داره هم خصوصیات خوب داره. بله. همیشه میگن که آب چیز خوبی است بخورید، ولی اگر زیادی هم بخوریم شاید مشکلاتی ایجاد بکنه. بله. اندیشیدن کار خوبی است به شرطی که نکته ای رو که شما گفتید درش تعصب نباشه، خرافات درش نباشه. آنچرا که دست و پای امروز جامعه ما رو گرفته اینه که خیلی به سرعت میاندیشیم و به سرعت اظهار عقیده میکنیم. هرگز غور نمیکنیم در یک مسئله که واقعا سبک و سنگینش بکنیم ببینیم چیه. اندیشیدن کار خوبی است به شرطی که آدمی با عقل و درایت اندیشه کنه. امیدوارم تمام مردم ما این صفت رو داشته باشن که دارن. بله، همونطور که شما فرمودین اندیشه جریانه و این جریان
خوبیش اینه که اگر ما همونطور که شما دوباره تأکیداً فرمودین ساده نبینیم، ظاهری قضاوت نکنیم و هر چیزی رو که میخوایم اول شواهدش رو ببینیم، بعد نتایجش رو ببینیم و بعد بگوییم آیا با آرمانهای انسانی اون طوری که تقلید رو بذاره کنار، اون طوری که سنت‌گرایی رو چون درست بوده دوباره ادامه نده. پس این طوری که من میفهمم از شما اندیشه یه پروسه است و این پروسه میتونست ده سال قبل یه جور خودشو شکل ده. کاملا درست. الان یه جور دیگه خودشو شکل میده و شاید به همین دلیله که اندیشمندان دیروز شاید جز ارباب جهل امروز بشن و بچگان امروز میتوانن اندیشمندان آینده بشن. این هم سزاواره بگیم؟ کاملا درست، کاملا درست. امروزه خوشبختانه در زمانی زندگی میکنیم که تکنولوژی آنچنان پیشرفت کرده که برای اندیشیدنمون راه‌هایی هست که بتونیم بهتر بفهمیم و بهتر بیاندیشیم. بله. و همینطور قضاوت نکنیم. شاید در گذشته، البته من قبول دارم که میگن در این 30 سال اخیر دنیا به اندازه 3000 سال پیشرفت کرده. بله. همینطور هست. ولی امیدواریم که از این پیشرفت، به ویژه پیشرفت تکنولوژی، استفاده مثبت بکنیم. هنوز افکارمون با گذشته و به ویژه در مورد مسائل مذهبی و غیره آنچنان نباشه که عقب گرد بریم به 1000 سال پیش، 1400 سال پیش و به هزاران سال پیش و همیشه با اون افکار اندیشه کنیم و انسان زمانه خودمون باشیم. یعنی در حقیقت به سوال بعدی که من میخواستم بکنم شما رو من راهنمایی کردین. اندیشیدن پس فقط مدرنیتی وسائط و وسائل نی؟ نخیر. چون من میتونم فیسبوک داشته باشم، میتونم آیفون داشته باشم، میتونم PhD داشته باشم، ولی اینا محتویاتی رو که توش میریزم همون محتویات 1000 سال قبل، 200 سال قبل یا دیروز باشه. این رو من درست میفهمم؟ کاملا درست. حالا شما میدونین اگر حبیب و پرویز تو یه اتاقی نشستن با هم حرف میزنن، خب نظریاتشون میتونه درست باشه، غلط باشه، ولی وقتی که توی تلویزیون نشستن یه مسئولیت اخلاقی اجتماعی هم به عهده دارن. آیا فکر نمی کنین که رسانه ها هم از سمعی، بصری، اینترنتی یک مسئولیت خاصی رو در مقابل اندیشیدن و تشویق مردم به اندیشه میدهد؟ شک نکنید، همه ما در طول تاریخ چه موقعی که این وسایل بودن یا نبودن این مسئولیت رو داشتیم. مثل یک پدر در خانواده یک مسئولیتی داره در مقابل فرزندانش و همسرش که اگر اندیشه درستی داشته باشه خانواده خوبی داره. همینطور یک شخصی که مثلا در محولی صحبت میکنه و داره مسائلی رو مطرح میکنه اگر با اندیشه خوب و بی‌طرف باشه خیلی ازش استفاده میکنه. ما باید از موقعیت فعلی استفاده مثبت بکنیم. متاسفانه بعضیا استفاده آنچنان که باید و شاید مثبتی نمیکنه. ما از این تکنولوژی، از این دنیایی که به کلی عوض شده، برای اندیشیدنمون باید راه بهتری رو جلو بریم. دیگه نمیتونیم بگیم فرض میکنیم یا شاید،
من اگر بخوام یک چیز رو به درستی بشناسم، اگر دارویی رو دارم که میخوام مصرف بکنم و بدانم که مضراتش چیه، منافعش چیه، امروز به راحتی میتونم بفهمم، در صورتی که در گذشته باید اندیشه میکردم و احتمالاً نظر انسان غیر واردی رو سوال میکردم. بله. امروزه دنیای ما دنیای عجیبی شده. دنیا یک دهکده جهانی کوچکی است که الان این تصویر من و شما در سراسر دنیا داره دیده میشه. شاید در اون اوایلی که ما در تلویزیون شروع به کار کردیم، اگر میگفتیم یک زمانی این تصویر رو همه دنیا میبینه، به ما میخندیدن. که حالا اجازه بدید الان بعد از تهران احتمالاً اصفهان هم تصویر ما رو ببینه. بله بله. و برای اینکه تصویر از تهران به اصفهان بره، احتیاجی به وسایل بسیار و دگل‌های متعدد بود برای اینکه این تصویر رو نه با کوالیته تهران یه جوری به اصفهان برسونه. بله. امروز هر کسی در سراسر دنیاست به راحتی. امیدوارم در همه مسائل مدرن باشیم. آفرین. در اندیشیدنمون هم مدرن باشیم. نه گاهی اوقات بسیاری از مسائل رو در اندیشمون با سالهای پیش و تعصبات گذشتمون باهاش بحث بکنیم. بله. بنابراین امیدوارم انسان زمانه خودمون باشیم، با اندیشه مدرن، اندیشه‌ای که حرف امروز باشه، اندیشه‌ای که سالم باشه، اندیشه‌ای که دور از تعصب باشه. و اگر همچی چیزی بیاد، اما نکته ایرم که شما فرمودید، یک وظیفه‌ای که ما جلوی دوربین داریم برای که فرق میکنه بحثی که من و شما در اتاق انجام بدیم تا بحثی که این مسئولیت بزرگی که همه دارن ما رو نگاه میکنن. و امیدوارم که کسانی که برنامه ها رو میبینن، اولا اگر علاقه مند شدن به این نوع برنامه، با اندیشه بهش نگاه بکنن، با نگاه آنچنان که باید و شاید، که مثلا فرض کنید یه نوع برنامه خاصی است که فقط باید نگاه کرد و رفت از اتاق بیرون. برنامه ها برای نگاه کردنش هر کدام یک شیوه خودشو داره. بله. همینطور که ما باید بدونم، من باید بدونم در این برنامه‌ای که الان در خدمت شما هستم، یا در برنامه‌ای که فردا مثلا در برنامه ویژه خودم که نگاه میکنم به بسیاری از مسائل با نگاه طنز، دو جور برنامه است و مردم هم باید این رو درک بکنن وقتی که جلوی تلویزیون هاشون مینشینن. برای این برنامه با تفکر و اندیشه شما و ما که هستیم نگاه بکنن و احتمالاً ارتباط خوبی برقرار کنن. پس یعنی در حقیقت اگر من بخوام من حیث مجموعی تصمیم میبگیرم، به عنوان کسی که شاید این برنامه رو تنظیم میکنم، فقط مسئولیت ما این نیست که بیایم و نظریات خودمون رو بدیم و بریم، بلکه بعد از خودمون به عنوان یه برنامه ساز سوال بکنیم که آیا این برنامه من تا چه حدی فضای سازندگی و سلامت روانی، فکری، اجتماعی رو ایجاد میکنه. و شما دو تا صفت به این دادین، یکی آن که سالم باشه و یکی این که مدرن باشه. مردم این کلمات خیلی قشنگه، ولی در عمل مدرن واقعا یعنی چی؟ مدرن یعنی اینکه ما بیایم و هر چیزی که مردم امروز میگن قبول بکنیم، یا مدرن من اونطوری که میفهمم از شما آن است که آلوده به کثافات فکری و تبعیضات و اون چیزی که شما تأکیداً می‌فرمایین، نه در این برنامه، من در برنامه‌های خودتونم دیدم، تعصب یعنی گیر دادن. اصلا خود کلمه تعصب از عصبه و گیر میدیم. وقتی این فارغ بشیم میگیم مدرنیتی. ما مقصود از مدرنیتی رو هرج و مرج نمیبینیم، مدرنیتی رو ابن الوقت نمیبینیم که امروز یه جور حرف میزنیم، فردا یه جور دیگه حرف میزنیم. و سالم، این سالم رو هم توضیح بدیم. مثلا من به عنوان یه برنامه ساز چگونه محوطه یه سالم ایجاد بکنم، چون من دیدم شما میکنی از شما میکنی. خواهش بکنم. شما اگه بخوای به بنده
توصیه‌ای بکنی چی میکنی که این برنامه یه ساعت و نیمی من چگونه سالم هست یا نیست یا میتونه بشه؟ برنامه شما سالمه چرا که شما نمیخواید چیزی رو به مردم تحمیل کنید. شما میخواید پنجره‌ای رو باز بکنید که مردم هوای بهتری به مشامشون برسه. شما پنجره‌ای رو میخواید باز بکنید، منم کوشش میکنم که مردم نفس راحتی بکشن و هوای بهتری بتونن به بدنشون برسه، سالم باشن، سالم فکر بکنن، با تعصب فکر نکنن. احتمالاً اگر یک مختصر آزردگی از کسی دارن، با منطق اول خودشون رو قانع کنن که شاید هم اون شخص به نوعی حق با او بود و من شاید اشتباه کردم. آیا واقعاً گاهی اوقات من با خودم فکر میکنم و حتی در منظرم به من میگن که تو خیلی با گذشت هستی و هستم، برای اینکه اولا برای آرامش خودم با گذشت هستم، برای اینکه بتونم راحتتر با مردم ارتباط برقرار بکنم، جواب سلام همه رو بدم، با محبت بدم. و این جواب سلام دادن به این معنا نیست که احتمالا یک نفر باشه، من با هزاران نفر شاهدم، صدها هزار نفر که نمیبینمشون، من و شما رو از طریق تلویزیون میبینن. اونها باید فکر بکنن که دو نفر سالم داره باشون صحبت میکنه، نه مثل بسیاری از کسان میبینم که صرفا آمدن یا با نیش و کنایه مسائلی رو مطرح بکنن یا اینکه آنچنان ناسالم صحبت بکنن که بینندگان عصبانی بشن از دستشون. نمیخوام وارد جزئیات بشم. من فهمیدم. یعنی در حقیقت ما اومدیم یه نکته اساسی، تحمیل نکنیم، چون تحمیل خودش نوعی تعصبه. کاملا درسته. و طرف دیگه میخوایم فضا ایجاد بکنیم که اونها خودشون رو قادر بکنن. به قول امریکایی‌ها انگلیسی میگه empower them, enable them, motivate them. سعی بکن این رو یه انگیزه ای درش بدی که تو هم خوبی، همه ما خوبیم و این فضا رو ما بهش میگیم سالم. حالا الان چقدر داریم؟ زودم این زمانه شما که میگه زمان زود میگه، ما قرارمون این هست که یه 40 دقیقه بریم، بعد یه موسیقی میذاریم، بعد از اون تلفن‌ها رو باز میکنیم. با کمال علم با این توصیفاتی که کردیم که یه مقدمه خوبی بود، ایران کشور نازنینم یه گذشته‌ای داره، یه حالی داره و طبعاً یه آینده‌ای داره. من معتقد هستم که گذشته آینه است که ما میتونیم ازش یاد بگیریم، آینده هم در حال ساختنه. آینده رو من معتقد نیستم که خداوند یه جا مهیا کرده و ما میریم تو بهشت و شما البته میری بهشت، من میرم جهنم. ببخشید، من نه به بهشت معتقدم نه به جهنم، همه چیز همینجاست. من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ منم اتفاقا میخواستم همین رو به زبونی گفتم، یعنی آن که من اگر حالم درست باشه گذشتم رو جبران میکنم و آینده من here and now و ادامه هم ادامه نسلیه، ادامه فکریه. من اگر میخوام بهشتی داشته باشم، نفس عملم، حرف زدنم، زندگی کردنم یا بهشته یا جهنم. اگر من شما رو بخوام دقیقا بفهمم، وقتی من تعصب دارم، وقتی کوته فکرم، همیشه در جهنمی، من تو جهنمم. اگر عالم بین باشم، من تو بهشتم. حالا بدبختانه یه دو هم هستن، نه در بهشتن نه در جهنم، هم در برزخن، اونا هم بدترن. بله. چون بسه با شما که اصلا یه جور حرف میزنن،
با من که اصلا یه جور دیگه رفتار میکنن. یعنی نتیجه کلی این صحبت ها این است که لحاظ فلسفی گذشته یه فوایدی داره، یه ضررهایی داره. ضررش اینه اگه من بخوام درش بمونم، اون چیزی که شما توصیه کردیم مدرنتی، یعنی گذشته ناسالم رو فکر کن. حالا شما وقتی این ستار در نظر میگیری، ایران رو چگونه توصیف میکنی؟ گذشته، حال، آینده؟ ببینید، اون چیزی که گذشته، گذشته اولا برای اینکه مملکتمون رو بشناسیم، این میهن عزیزی که دوستش داریم و برای ما عزیزه، برای اینکه به هر حال یادمون باشه ما با زبانی صحبت میکنیم که مربوط به اون ایرانه، فرهنگی داریم که در ایران بوده و بسیاری از مسائل روابطمون، خانوادمون، همه چیز ایرانی است. برای اینکه میهنمون رو بشناسیم باید گذشتمون رو خیلی خوب بشناسیم. من به این که میگن تاریخ تکرار میشه آنچنان عقیده ندارم. تاریخ رو ملت ها میسازن با اشتباهاتشون، با کارهای درستی که انجام دادن و با کارهای اشتباهی که انجام دادن. اولا به نظر من دموکراسی اول از خانواده ها شروع میشه. یعنی وقتی که صحبت از دموکراسی میشه، گاهی اوقات مثلا به من زنگ میزنن و میگن که رضا شاه زمانی که آمد دموکراسی رو به ایران نیاورد. من خنده میکنم، برای اینکه تاریخ رو نخوندن که رضا شاهی که آمد ایران چگونه بود، چگونه تقسیم شده بود به دست یک مش کسانی که گرگوشه و کنار علم خود مختاری یا استقلال داشتن و مردمی که نزدیک 90% بی سواد بودن و اسیر خرافات مذهبشون بودن. کلمه به نام دموکراسی و آزادی معنی نداشت و اول باید از خانواده ها شروع می شد. اول باید پدرها می فهمیدن، مادرها می فهمیدن. برابر این در اون جور مواقع برای اینکه بسیاری از کارها درست بشه باید قدرت به خرج داد. آفره. چون هرگز نمیشه از جامعه بپرسیم شما راهن میخواید یا نه، از مردم بپرسیم شما دانشگاه میخواید یا نه. خب باید دانشگاه رو ساخت، بعد مردم بفهمن که بیان تو این دانشگاه درس بخونن. آفره. باید برای مردم مدرسه درست کرد، باید وادار کرد دخترانی که بیان به مدارس درس بخونن و بدانن که در مدرسه همسنگ پسران هستن. آفره. این دموکراسی این چیزها رو حل نمی کنه. آفره. آیا دوباره غربی هم به راحتی به دموکراسی رسیدن؟ می دانی چه کشیدن؟ در همین اروپا کشیش آتش نزدن؟ در همین اروپا چه کشیدن که امروز میریم میگیم سوئد، نروژ، بلژیک، هلند، لوکزامبورگ، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، اینها چه کشیدن تا رسیدن؟ و همون حکومت‌هایی که اونجا بودن چه ظلم‌هایی به بقیه دنیا کردن؟ آفره. کاری رو که فرانسه در شمال آفریقا کرده شاید از بسیاری از دیکتاتورهای دنیا بدتر بوده. جنایتی که استالین در شوروی کرده و کاری رو که هیتلر در دنیا کرده، جنگی رو که 60 میلیون کشته داده و دنیا هنوز داره مصیبتش رو میکشه. خب و اینها به دست کسانی انجام گرفته که اصلا نمیفهمیدن دموکراسی یعنی چی و متاسفانه هنوز بعضی ها از اینها طرفداری میکنن. هنوز در آلمان کسانی هستن که صلیب شکسته با خودشون حمل میکنن. این جای تأسفه. بنابراین دموکراسی بسیار چیز خوبی است به شرطی که هر ملتی آمادگیش رو داشته باشه و امیدوارم مردم ما که هر چه زودتر به دموکراسی برسن اون آمادگی رو پیدا بکنن. متاسفانه گاهی اوقات یک دوستی داریم که با تلفن با یکی از فامیلش صحبت میکنه در ایران، میگه آن چنان آلوده مذهب شده که من نمیتونم باهاش صحبت بکنم. نه فقط مذهب، آن چنان آلوده خرافات و گرفتاری های مذهب شده که من نمیتونم باهاش صحبت بکنم.
یک جدایی بین ما افتاده که این متاسفانه با کلمه دموکراسی بازی میکنیم. دموکراسی چیز ساده ای نیست که ملت ها پیدا بکنن. یعنی خیلی مطالب رو فرمودیم. رهبر، اجتماع لازم و ملزومن به عنوان دو عضوی که هماهنگ باشن در ایجاد دموکراسی حقیقی. بله. من با شما 100% موافق هستم که رهبر بایستی یک پله بل 100 پله بینشگراییش فراتر باشه و اگر میبینه که حتی جامعه نمیتونه اصلا تصور دانشگاه رو بکنه، تصور راه آهن رو بکنه، ولی اون چون میدونه در این بینش فراگیر خودش که این میتونه زندگی ها رو سالم تر بکنه، آروم تر بکنه. این نمونه خوبیه برای یه رهبری مثل شخص بزرگواری رو که در ایران من هم معتقد هستم که یه جنبشی رو ایجاد کرد، ولی چون اجتماع تا حدودی این مدرنتی رو نفهمید و آلوده کرد خودش رو به همین شعونات خرافی مذهبی، معمولاً رهبر رو هم اگر خود نوبل باشه پستش میکنه. درسته. آیا یه بیانیست از سقراط، با سقراط چایی میخورد؟ حتماً. سقراط میگفت جووناتون رو دریابید، و این اصلا کارش این بود که میرفت جوانا رو جمع میکرد، اینا رو تشویق میکرد به مدرنیتی و فکر کردن. آخر سر هم همونطور که میدونید اولیای امور که بیشترشون هم مذهبی بودن، بله، اومدن و این رو بهش تهمتایی زدن و بعدم، بله، به دیار افتاد. افلاطون که خیلی دوستش داشت در جمهوریت خودش بحثی رو فرا میگیره که من میبینم در اروپا توسط کانت و بعد در این ادیان جدید مثل مورمانیسم، مثل دیانت بهایی، اینا اومدن یه فلسفه ای رو ایجاد کردن که رهبر ضرورتاً نمیتونه مدرنیتی سالم ایجاد بکنه مگر اینکه جامعه از زیر سازندگیش ایجاد کنه. به عنوان ذکر مثال من یه بیانی رو میارم که میفرماید اگر به ظاهر بنگری حضرات علما، حضرات اربابا، اینها اسباب مخالفت و بدبختی مردمن، ولی اگر با بینشگری نگاه بکنی این مردمه، این جامعه است که همچین رهبرهای نالایقی رو واسه شون فرصت رهبری فراهم کرده. کاملا درسته. برای اینکه یک مسئله است که میگن هر جامعه لیاقت حکومتی است که بالا سرشه، البته شاید دقیقا درست نباشه، ولی تا یه اندازه‌ای در مورد بسیاری از کشورها میتونه درست باشه. به هر حال من کلمه رهبر رو آنچنان در تاریخ میبینم که گاندی بود. بله. و نمیتونم در مورد بسیار از رهبران دیگه اسمشون رهبران سالمی بگذارم. اول باید خودش سالم باشه رهبر. رهبری که خودش سالم نبود هرگز نمیتونه رهبر خوبی باشه. یعنی بیایم حالا بیایم توی دنیای امروز خودم. یه دین هست، من یه سیاست، شما بین این دوتا فرق میذارید؟ حتما. آفرین. و معتقدم که این هر دو با هم نمیتونه باشه. ببینید من بزنید یه نکته ای رو بگم، شاید لازمه بگم. یک چیزی، یک لغتیست به نام خدا که ادیان همه به نام میگن الله یا هر نام دیگه ای ببرن که به هر حال خیلی ها بهش احترام میگذارن، منم با
من با هر دین و آیینی فقط آدم کشی نکنه احترام میگذارم، ولی اگر آدم کشی کنه بهش احترام نمیگذارم. اسمش هر دینی باشه، اسمش هر آیینی باشه، اسمش هر مرامی باشه، هر ایدئولوژی باشه، ایدئولوژی که درش آدم کشی هست من بهش احترام نمیگذارم. اما در این دنیایی که چیزی به نام دین وجود داره، اجازه بدید یک کمی سربسته بگم، برای که بسیار از مسائل من در دو حالت حیرت میکنم. یکی موقعی که یک بچه متولد میشه که چگونه این طبیعت یا هرچی میخوان اسمشو بگذارید آنچنان تنظیم شده که این مادر بعد از 9 ماه موجودی رو داره که کاملا کاملا زنده است، تمام رگ‌ها و قلب و ریه و همه چی سر جاشه و این به وجود آمده در این رحم این مادر. حیرت میکنم. آفرین. و دوم جایی که حیرت میکنم وقتی که صحبت از کهکشان‌ها و این حرفا میشه که به راحتی لغت چند میلیارد سال نوری، چند هزار سال نوری رو به کار میبریم و میبینیم که در اینجاست که واقعا نمیدونم اگر آفرینشی هست و اگر چیزی هست به نام آفریدگار که این آنچنان طبیعت رو درست کرده که این بچه این چنین میشه و آنچنان نظمی به فلک زده که این کرات و کهکشانها این گونه ثانیه و دقیقه دارن کار میکنن و این میکنن. آیا اون آفریننده بعضی از کتابهای الهی است؟ آیا اون چه که در این کتابها میخونیم با این آفرینش مربوط میشه؟ نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، اما به نظر من دین هر کسی، عقیده هر کسی محترمه، به شرطی که با سلامت بهش فکر بکنه و مربوط به خودش باشه و با مردم مربوط نشه، به سیاست مربوط نشه. یک حکومت سکولار میتونه به همه ادیان احترام بگذاره. امروز در مملکت ما به خاطر حکومت اسلامی که وجود داره بسیاری از انسان‌ها احترام ندارن، یعنی حکومت بهشون احترام نمیگذاره. جوانی که میخواد بره دانشگاه که آینده یک مملکت رو بسازه، هر دینی داره، هر آیینی داره، به هیچ کس مربوط نیست. این تو خونشه که باید بره بشینه نماز بخونه یا تورات بخونه یا انجیل بخونه یا هر کتاب دیگر بخونه. این باید بیاد به دانشگاه بیاموزه که پس فردا تو اون مملکت دکتر بشه، مهندس بشه، دانشمند بشه که اون مملکت رو بسازه. اما وقتی که بهش بگن که شما اول بهم بفرمایید که کفن چند متره، خب شاید اصلا عقیده داره که انسان رو باید بسوزونه، خب، و بیان بهش بگن تو چون احتمالاً مثلا بهایی هستی حق نداری بیای درس بخونی، این چه ظلمی است که یک دین به یک آیین دیگه میکنه؟ شاید در طول تاریخ اینطوری نبوده، خب، شاید زمان ناصرالدین شاه هم که به عوض بهایی ها رو میکشتن اگر میخواستن برن توی مدرسه درس بخونن کسی جلوشون رو نمیگرفته. نمیدونم، در طول تاریخ ایران اینطور نبوده. ما خودمون در جوانی دوستای زیادی داشتم با مذاهب مختلف، با همدیگه زندگی میکردیم. حتی من دوستانی داشتم که سالها باشون دوست داشتم، نمیدونستم که مثلا مذهبشون دقیقا چیه، خب، بلکه لزومی نداشت بدونیم که چه مذهبی دارن، که نمیخواستیم با همدیگه بریم مکه یا مدینه که، فهمیدیم. بنابراین مذاهب بزرگترین دشمن دموکراسی هستن و آزادی، ولی قابل احترامن برای اینکه عقیده یک عده هستن. من باشون دشمنی ندارم، گفتم فقط آدم کشی درشون نباشه. خب میدونید شما جناب کاردان هم مفاهیم فلسفی دالیه هم یه روانشناس خوبی هستی. اختیار خدا آخری. یعنی من چون بکراندم ساینس، بعد از ساینس رفتم تو سایکولوژی، من فهمیدم هر انسانی وقتی که این تعصبات رو بذاره کنار،
حقایق رو اونطوری که هست ببینه، یک فیلسوف و یک سایکالوجست خاص خودش میشه. ببینید، از دیدگاه فلسفیت میخوام شروع کنم که چقدر حرفا با هم هماهنگی داره. البته همه چی در عالم تحیره. این عطار و مولانا و حفادی و هفت‌شهر عشق و عالم تحیر، حیرت، اینا همین حرفایی بود که الان شما به زبان ساده زدی. یا کانت میگه که من این تعاریف خدایی و مذاهبی درست کردم، من اگر این تعاریف رو قبول بکنم بی حرمتی به عظمتی کردم که در این کهکشان ها میبینم. یا مثلا اینشتین، ببینید دیگه فقط فلسفی شما میفهمم، من فقط به یه دین معتقدم، اونم کازمیک ریلیجنه. بله، یک ریلیجنی که نه اسم داره نه رسم داره، طبیعی، انسانی، حقوق مزایای ادنا ذره عالم سر جاشه. شما ببین به زبون شما همه چی به نظر میاد انقدر تنظیمش درسته که مولا درزش نمیره. این مدرنیتی جدید هست، این مذهبی که به نظر بنده شما در قسمت دوم فرمودین که ما امیدواریم دیر یا زود این مذهب از بین بره و اون معنی که برتری و بهتری ایجاد بکنه، بدون معنی که من از طرف خدا دارم حرف میزنم. کدوم خدا؟ همون خدایی که کهکشان را آفرید، تنظیم کرد. هیچ چیزی به نظر نمیاد در این کهکشان بخواد این آداب تعصبی رو ایجاد کنه. بله. میخواد تعصب رو به طبیعی منجر کنه. پس حالا ما یه بحره ای هستیم. من خدمت شما عرض کردم یه کسی دیگری که خیلی این مسئله رو مورد بررسی قرار داد شفا بود. بله. وقتی این تولدی دیگر رو نوشت، همین بحث اولش همین حرف شما بود که آخه یه مقدار جهله، من آخه عقل دارم، من خرد دارم، من بزرگترین عطیه‌ام خرده، چطوری میتونم به یه خدای جهانی عمومی کلی عشق بله معتقد بشم، از طرف دیگه به یه سیستمای فکری به اسم اون خدا معتقد بشم که ما را از هم جدا میکنه، حقوق و مزایمون رو باطل میکنه. حالا شما در آخرش، من میگم شما خیلی درایت زیاده خواهش اومدی گفتی ببین من نمیگم اون یا این، چون رهایی از خرافاتم جناب کاردان خودش جریانیه، مهمترین جریان زمانه ماست اگر بتخواییم واقعا بشه. قبول دارین شما، یعنی یه چیزی نیست که من شب میخوابم صبح به پرویز و حبیب گوش دادم میگم خب حالا. اول باید نیت باشه، دوم باید اراده باشه، سوم باید رفع تعصبات باشه. حالا این رو من فکر میکنم یه دیالکتیک هگلی در کاره. از یک طرف یه پدیده عالیه‌ای به اسم نظم جهانی، نظم طبیعی، نظم اله به معنی محبت جهانی، از یک طرف دارن یه گروه هزار ساله قدیمی عتیقه دارن فعالیت میکنن، بنابراین تنها دلیل بقای نفسشون یا تنازع بقایشون جنگ و ستیزه. من فکرم اینه، شما به این من درست فهمیدم به شما، نه ما باید از هر دینی مرامی به اسم خود خدا علی اومده پیغمبراشو بلش کن که میاد منو پرویز رو لیبل میکنه
اسم میذاره، مشرکم میکنه، اغیارم میکنه، اشرارم میکنه. من یا این کلمات رو باید یه طور درستی بفهمم، چون اگه من اینا رو لغوی بفهمم اینا دشمن جون منه، چون من خدا حق شاهده به عنوان یه سایکوتراپیست وقتی مردم میان پلو من پرویز جان میبینم 99% گرفتاریاشون این اعتقادات فرسوده مذهبیشونن. بله. پس ما میگیم حبیب تو خرافی باش، اون سهم توه، چلنج توه، چالش توه، ولی نیا این خرافاتت رو اسباب قضاوت دیگری بذار، اونم میکنی تو خلوت خودت بکن، ولی نیا پرویز رو محروم کن. ولی اینا برای من و شما ساره از پرویز رو. ما اومدیم توی یه دنیایی در ایران یه رهبرایی داریم، اونا میگن سیاست الهی که ما داریم، اگه اینا بمیرن فضل خدا شامل حالشون شده. شما ببین وقتی این 9/11 که واقع شد، اینا وقتی با هم جر و بحث میکردن، یکی بچهش رو میخواسته از نیویورک بفرسته لس آنجلس، این برمیگرده به محمد عطا رئیس این رینگه میگه که بابا این بچه چه گناهی داره؟ حالا میگه بابا ما داریم لطف میکنیم. میگه چرا؟ میگه من این نفهمیدی تو قرآن چی میگه؟ میگه فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تمنای مرگ بکن اگه تو راستگویی. این جوان ما داریم بهش همینطوری نخواسته وارد بهشتش میکنیم. ببینین چگونه یک سیستم های من چیزی که ظریفه در ارتباط با حرف شما، ببینین وقتی ما یه عقیده ای داریم که 4-5 نفری تصمیم گرفتیم دیگه، یه قوه از بالاها نیومده، اون موقع اگه اشتباه هم بکنیم سریعتر میتونیم حلش درست کنیم. ولی وقتی یک نفر عقل و درایتشو میذاره کنار، ازشون پرسی چرا، میگه خدا گفته. آیا من و شما الان این شجاعت رو فکر میکنم داریم که بگیم خانم آقایون هر خدایی هر مسلکی که جدایی میندازه یا خدا نیست، یا اگر خدا هست به درد دنیای امروز نمیخوره، اینو میتونیم بگیم؟ حتما میتونیم بگیم، حتما میتونیم بگیم و باید بگیم، و شاید هم حرف خطرناکی باشه در مورد مذاهب، برای اینکه همونطور که گفتم بسیاری از مذاهب با خشونت روپاهاشون ایستادن، با صلح و دوستی روپاهاشون نایستادن. بنابراین مشکل ما مشکل اون خشونت، مشکل تعصب، مشکل خرافات، مشکلی است که سخت دست و پامون گرفته، مشکل اون رعایتی است که گاهی اوقات میکنیم بین خودمون و عقیده دیگران. مشکلمون اینه که کسانی رو نداریم که مردم رو به راحتی راهنمایی کنن. ما هرگز به محبت آنچنان که باید و شاید فکر نکردیم. ما بیشتر به انتقام گیری و دشمنی فکر میکنیم تا به گذشت و محبت. متاسفانه اینطوره. میدونین من نمیدونم، مثل این که ما یه دقیقه دیگه هم میریم بعد یه موسیقی میذاریم، ولی یه نجیگیری کلی که بکنیم، من باید آدم منصف باشه. من وقتی کسانی مثل عیسی رو میبینم، من اصلا کاری به اینکه مبدا چی بوده و اینها، گاندی رو میبینم، که اینها تنها راه مقابله با ظلم رو محبت و درستکاری و خردگرایی میدونستن. من کاری به رهبران و ترجمه هایی که از این کتاب ها شد ابدا ندارم، چون خود من معتقد هستم که در طول تاریخ قاطی پاتی شد، ولی زبدش اینه که اگر ما بگیم دین ها همشون در جمعی احیان خواستن ظلم تشویق بکنن، یه مقدار شاید
بی‌انصافی کردیم یه مقدار کوچیک، چون الان من خدای من شاهده من تعصب ندارم، تا اونجایی که میتونم کمش رو میخوام بکنم. وقتی شما یه دینی رو میبینی مثل بهائیت میگه کشته بشین بهتر از اونه که بکشین، اگر زجرتون میدن از صراط محبت منحرف نشین. من کاری ندارم بهائی این کار رو میکنه نمیکنه، اون کاری ندارم، ولی حداقل این پروگرامی که در ذهن این داره که وقتی ازش سوال میکنه انسان کیه، میگه انسان اون نیست که به خدمت فقط بهائی بپردازی یا مسلمان. انسان امروز انسان کسیست که به خدمت جمیع من علال عرض قیام کنه. من حالا حتی بهائیارم که در نظر میگیرم میگم اینا خیلی آیدیاهای قشنگیه، آیدیاهایی که از افلاطون و کانت و همه اینا اومده. ما چی کار بکنیم که این نشه آواز دهل؟ ببینید من تمام کنم این بحث رو، برای اینکه شما میخواید به تلفن ها رو باز بکنید. هر چیزی که اسمش ایدئولوژی و دین هست بسیاریش حرفای قشنگی میزنه. من گاهی اوقات به دوستانی دارم که اینها روی مولانا تعصب دارن و گاهی اوقات مولانا رو تبدیل به یه دین میکنن، باشون مخالفت میکنن. آفره. افکار و عقاید قابل احترامن تا اونجایی که به تعصب و مزاحمت نرسن. آفره. این کیه؟ این کیه؟ این بنابراین ادیانی شاید وجود داشته باشند مثل کنفوسیوس، مثل بودا و مثل زرتشت و که بسیاری آیین خوب دارن، ولی بسیاری مسائلی هم دارن که به زمانه ما برخورد میکنه، صد درصد نباید بکنه، صد درصد. بنابراین ضمن احترام به اونها نباید هیچ، به نظر من هیچ دینی هیچ آیینی دست و پاگیر بشر باشه. این نکته یه که ما میخواییم اینجا تمومش بکنیم که در حقیقت مطلق گرایی و این که به خاطر ایدئولوژی ما بخواییم یه چیزی نگه داریم نه این که واقعا نافع هست یا نه، اون نکته اساسیه. ما انقدر این ایدئولوژی رو دوست داشته باشیم که وقتی میبینیم این ایدئولوژی کار نمی کنه آماده داشته باشیم تغییر تحول بدیم. یک موسیقی کوتاه مدتی رو میذاریم و بعد تلفن ها رو باز میکنیم، در خدمت شما عزیزان هستیم.
مجدداً تشکر میکنم از توجه شما و الان خطوط باز هست، هر موقع که اراده فرمایین ما در خدمت شما هستیم. اینقدر بله همون خط بازه. بفرمایی قربان. آقای کاردان بفرمید. خواهش میکنم. روزتون بخیر. من در خدمت آقای ریاضتی هستم در برنامه. بله میدونم، الان دارم میبینمتون. صدای تلویزیونتون رو خواهش میکنم کم کنین، با هم صحبت کنین. بفرمید. خواهش میکنم. آقا کاردان شما میفرمایید من خیلی گذشت دارم، ما براتون بسیار احترام قبول داریم، ولی آیا این در شأن ما ایرانی ها بود که دو تا تلویزیون با هم دیگه اینطوری بجنگن؟ شما بعد اون گذشت رو میکردین، جواب اونو نمیدادین، یعنی که بی خودی حرف زدین. اجازه بدین. اجازه بدین اولا وقتی که در یک برنامه هستیم که این برنامه متعلق به تهیه کننده دیگری است، راجع به این برنامه در مسائلی که برنامه ساز مطرح کرده سوال کنیم. من میخوام از حضورتون و از حضور همه بینندگان عزیزمون خواهش بکنم که در هر برنامه، من خود من برنامه‌ای دارم، میتونین زنگ بزنین، من هر روز در تلویزیون هستم و اگر زنگ بزنین با کمال میل باهاتون صحبت میکنم، ولی یاد بگیریم که در هر برنامه‌ای رو با مسائلی که در اون برنامه مطرح میشه و برنامه سازی که این برنامه رو ایجاد کرده که یک مسائل ویژه‌ای رو مطرح بکنه که با ارزشه، راجع به اون مسئله بیاموزیم. صحبت شما درسته، امیدوارم اگر زنگ بزنین در روی خط تلفنمون باهاتون صحبت کنم. ممنونم ازتون. این خط رو بگیرید، خواهش میکنم. بفرمایید. بله بفرمایید. خوش اومدید. بخواستم صحبت کنم. بفرمایید. وقتی زنگ میزنین ما در خدمت شما هستیم. بفرمایید. بله من از آقای کاردان که در این برنامه هستم خواهم سوال کنم که واقعا این مدینه باهایی رو خیلی آگاهی میکنن، یعنی اصلا آگاهی میشه، بعدش هم گذاشت این برنامه دارن دیگه، اینقدر آگاهی کردن واقعا دیگه آدم شک میکنه. بابا این دینی که میگه من دین یه مسئله شخصی و فرد شخصیه، نباید که توی جامعه بیاد اینقدر آگاهی بشه. این اگه با یه میره دین از سیاست جداست، این معنیش اینه که داره تو سیاست میخواد یه جوری دخالت کنه و فردا حکومت جهانی باهایی تشکیل بده. حالا من این هشدار رو دارم میدم آقای کاردان، شما آلت دست باهایی شدید و این کارا رو میکنید، این واقعا یه خیانت به جامعه بشریت. اجازه بدین از تلویزیون توجه بفرمایید. از تلویزیون تشکر کنم. امیدوارم که دوستان عزیز یاد بگیرن کلمه باید رو زیاد به کار نبرید. این کلمه قشنگی نیست. باید یعنی اینکه شما مطیع من باشید. من آنچه را که میگم درسته. آنچه را که به عنوان آگهی از تلویزیون پخش میشه و احتمالاً اگر برنامه فروخته شده برای یک مذهب ویژه‌ای، البته نه جزو عقاید ماست، نه جزو کار ماست. تلویزیون برای درآمد خودش زمان میفروشه، مثل آگهی و مثل برنامه های دیگه. برای همین هم اگر دقت بفرمایید در برنامه هایی که مربوط به مذاهب که از ما زمان خریدن، هیچ وقت علامت تلویزیون اندیشه روش نیست. یعنی ما یک زمانی رو فروختیم و اونها آزادن که حرف خودشون رو بزنن. البته یادتون باشه حتی اگر یک کسی که یک زمانی رو برای دینی خریده بیاد مثلا آدم کشی رو مطرح بکنه، من حتما قطعش میکنم، اما میتونه عقیدهشو بگه، میتونه راجع به مذهبش صحبت بکنه و همه اینها درست. کلمه باید رو با احتیاط به کار ببریم، سعی بکنیم که آدمهایی باشیم که منصف باشیم. آگاهی هیچ دلیل نیست که ما عقاید ما باشه، زمانهایی هم که در تلویزیون فروخته شده اصلا مربوط به عقاید ما نیست، حتی عقیده منم به خودم مربوطه. برنامه های متعددی داریم که مسائل مختلفی رو مطرح میکنن، شما هستید که باید انتخاب بکنید، ما نباید به شما تحمیل کنیم. بله. امیدوارم گفته بله. باشم. من میدونم تمام خطوط میدرخشه، ولی من مدیونم به جناب کاردان که این صحبت رو به شما عرضه بدارم، که اولا برداشت من از تلویزیون اندیشه و موقعی که من انتخاب میکردم که کدوم برنامه ماهای رو و کدوم تلویزیون ها رو برم، یکی از دلایلی که تلویزیون اندیشه رو انتخاب کردم
آن بود که به من و امثال من میگویند پافشاری نکن، مردم رو دعوت کن، به مردم نگو که این طور باشه اون طور باشه، برای اینکه من برداشتم از تلویزیون اندیشه و بالاخص شخص پرویز کاردان آن است که میخواهند آن چیزهایی رو که به زعم خودمون ماها اندوختیم و دریافتیم رو با شما در میون بذاره، شما رو آزاد بذاره، هر طوری که انتخاب کنید محترمید. من میخواهم قبل از اینکه این خطوط دیگر رو بگیرم تمنا میکنم، من فقط در این برنامه این حق رو دارم که این کار رو بکنم، نسبت به شخصیت احدی در اینجا صحبت نکنید. اینجا یه مطالبی عرضه میشه، مطالبم من میدونم عمیقه یه مقدار، ولی من مطمئنم شما با خردگرایی که داریم میتونید این مطالب رو بررسی کنین، در مورد مطالب صحبت کنین، نه در مورد شخصیت ها و از همه مهمتر نه در مورد نیت شخصیت ها. ممنونم. بفرمایید. می‌خواستم با دکتر خلیل با تعریف کاردان صحبت کنم. بفرمایید، شما این الان روی خط هستین. بفرمایید. می‌خواستم بگم درود بر پرویز کاردان، این مرد روشنفکر، و درود بر دکتر حبیب ریاضتی. قربان شما. ممنون شما. خیلی ممنون. ممنون شما. بفرمایید. جناب دکتر ریاضتی با عرض سلام. برعکس صحبت های بسیار شیرینی که شما گفتید، در بهایت مطلقگرایی خیلی شدیده، به طوری که آقای بهاءالله بگن هر کس که به من ایمان نداشته باشه شیطان در بستر مادرش رفته. خیلی ممنونم سروران عزیزم. ابدا ما در اینجا بحث یک دین خاص رو نمی کنیم. من فقط به شما می خواهم عرض بکنم با خردگرایی که دارین در تمام این متون و کتاب ها، چه مال موسی، چه مال عیسی، چه مال بهاءالله، چه مال پرویز کاردان، این عدتوتی رو داشته باشیم که با بینشگرایی اینا رو بررسی کنیم و به هم ارتباط بدیم، و اگر فکر میکنیم این حرفا به دردمون نمیخوره هیچ لزومی نداره که سر اونها رو بکوبیم، بلکه بینشمون رو بیشتر بکنیم و ازش دوری بکنیم و اون چیزی که سالم هست رو بهش بپیوندیم. من یه تذکر اینجا باید بدهم، این برنامه ابداً نمیخواهد در مورد ادیان به طور خصوصی صحبت بکند، بلکه ما میخواهیم به طور کلی مسائل رو بررسی بکنیم. ولی ممنونم از سوالتون و پیشنهاد میکنم به نفوسی که برنامه های خاصی بهایی یا مذهبی دارن این سوالات رو اونجا مطرح کنن. کاملا درست. بفرمایید. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر. بفرمایید، خوش اومدین. می‌خواستم آقای دکتر، من 92 سال سنم، می‌خواستم ببینم از بهش کی خبر آورده که ما چند سال همه میگن بهش، من کسی از بهش خبر آورده به ما، خواهش میکنم. خیلی ممنونم از تلویزیون توجه بفرمایید. ما در اینجا اگه در ابتدای برنامه عرض کردیم، ما به بهشت و جهنم به صورت انتزاعی سوری و جسمانی، من فکر میکنم تأکیدم فرمودیم که معتقد نیستیم. بهشت شما خواهر بزرگوار عزیزم، مادر عزیزم، اون فکر صحیح و سالمی هست که شما داری، وقتی آزارت به کسی نمیرسه، وقتی قضاوتهای بی جا نمی کنی، وقتی تعصب نداری، وقتی منیت نداری، وقتی برتری نداری، اینا بهشته. وقتی با من صادقانه حرف میزنی، وقتی مهمان عزیزی رو که من آوردم سعی نمی کنی اون رو به حساب بکشی، بلکه وقتی انسان باشی اون بهشته. بنابراین من اگر بخوام در یک کلمه بگم، بهشت یعنی انسان بودن، جهنم یعنی از مقام انسان خودم رو محروم کردم، و برزخ و دوزخ فقط معنیش اینه که بعضی از ما انسان نما هستیم. اینها مسائل تمثیلی و تشبیهی است و در عصر حاضر ما باید معانی رو برای این واژه استفاده بکنیم که لایق مقام انسان در قرن 21 است. بفرمایید. همش داره میدرسه. بفرمایید. درود بر آقای
دکتر ریاضتی و جناب آقای کاردان. خوش اومدید. صحبت‌های جناب کاردان واقعا لذت بردم. جناب کاردان، من یه سوالی از شما داشتم. جونم. ما ملت ایران مریضیم، ناراحتیم. حالا چرا؟ دلیلش اینه این آقایی که 18 سال درس خونده میره جمع کران و چلو کباب برای امام زمان میبره، یا اون آخوندی که میاد توی تلویزیون جمهوری اسلامی میگه شیر اومد به حضرت علی گفت زن من حامله است، سعی کن این وضع امرش راحت بشه، و علی قبول کرد گفت برو که یه پسری گیرت اومد. ما چی کار کنیم با این ملت؟ فکر میکنید ملت با این 100 سال آینده هم درست میشه؟ خیلی ممنونم از تلویزیون توجه فرمایید. کاملا درسته و متاسفانه ببخشید نکته‌ای میخوام بگم، مثل اینکه دنیا بیماره و امیدوارم که همه شفا پیدا بکنن، امیدوارم همه به عقلشون مراجعه بکنن، به علم مراجعه بکنن و بفهمن که آیا به جایی میرن که میگن یک نفر 1400 سال پیش در این چاه هست، آیا با عقلشون جور در میاد؟ آیا با منطق جور در میاد؟ ما همه باید سعی بکنیم در این زمانه که دسترسی به علم داریم علمی فکر بکنیم. ببخشید خودتون همه اشکال جا بکنیم. کاملا صحیح هست. یعنی اگه دوباره به مواردی رو که ما مطرح کردیم در این برنامه توجه بکنین، علت این که رهبرهای غافل بر ما حکومت میکنن چون ما هنوز متمسک هستیم به این خرافات عتیقه خودمون. پس سروران عزیز، هر چقدر ما از این خرافات کم بکنیم، اون موقع رهبرا رو هم در ورطه امتحان قرار میدیم. ما هستیم که این رهبرا رو میسازیم و زمان میگیره. اجازه بدین بچه های ما از ما تعصباتشون کمتر باشه، خرافاتشون کمتر باشه، و این خرافات در همه ادیان هست. بله. یعنی فقط یک دین یا اون دین نی. همونطور که دیدین در همین برنامه، همونطور که در مورد علی صحبت شد، در مورد بهاءالله صحبت شد، در مورد عیسی صحبت شد، هدف اینه که من و شما وقتی اینا رو میخونیم چیکار میخوایم بکنیم، اون رو دریابید. ایزه بدین چه خبره؟ بفرمایید. بفرمایید سوالا رو فقط اگر مختصر و مفید بفرمایید ممنون میشم. جناب دکتر یادتی زمن عرض سلام خدمت شما، جناب آقای کاردان. آقای کاردان که خودشون صاحب خونه هست، منطقه خب حالا چون مهمار برنامه دانش و بینش و آزادی هست، چقدر خوب مردم رعایت بکنن که برنامه گذار جناب آقای دکتر یادتی هست. آقای کاردان فعلا مهمان هست. اگر گدایه یا مطلبی دارن میتونن تو برنامه خودشون یا با تلفن خودشون هماهنگ کنن مطالبی که ایرادی از تلفن یا گدایه چیزی داشته باشن. اما سوال من، سوالم اینه که جناب آقای ریاضتی یا جناب آقای کاردان، الان در یک شرایط بسیار حساسی ما قرار گرفتیم با توجه به سخنان آقای ترامپ و جبهه‌گیری که الان دولت مردان ایران دارن در رابطه با این سخنان ایراد میکنن، یه مقداری الان اوضاع به نفع ملت، به نفع مردمه. آیا جا داره که در این روزهای حساس یه مقداری برنامه‌های سیاسی با حضور شخصیت‌های بنام، شخصیت‌هایی که گفتارشون در افکار مردم تأثیر گذاره، یه مقداری برنامه‌ها رو گسترش بدیم و از مردم فاصله نگیرید؟ آقای کاردان خواهش میکنم که هر همگام با مردم باشین، ولی اون که کسی که مخالف افکار شما هم باشه، ولی خط تلفن رو باز کنید، بذارید مردم اظهار نظر کنن. ممنون. ممنونم و فکر میکنم نکته رو گرفتیم. ممنونم. اجازه این نکته رو بگم. اولا در همون روزی که آقای ترامپ اون نطق معروفشون رو کردن، امیدوارم فقط نطق نباشه و بسیاری از بزرگان کشورهای مختلف حرفهایی رو میزنن که در پسش شاید مسائل دیگه است، ولی به هر حال صحبت‌های آقای ترامپ بسیار خوب بود. منم در برنامه‌ام بسیاری از کارشناسان رو دعوت کردم، آوردم و امیدوارم برنامه‌های شب رو که آغاز شد با مردمم ارتباط برقرار بکنیم، ولی من همیشه از طریق تکس و ایمیل هم با مردم در طرف هستم. امیدوارم مدرن بشیم و از تکنولوژی استفاده بکنیم، از تکس، از فکس،
عکس از ایمیل استفاده بکنیم و ما هم بتونیم به تعداد بیشتری جواب بدیم. ممنونم. من توضیح بیشتری ندارم، بلکه برنامه آقای ریاضی. آره، این نکته ضروریه. یعنی در تمام این برنامه ها ما باید این دو طرفه باشه، به همدیگه بیشتر گوش بدیم. درسته، گوش بدیم، فقط حرف نزنیم، بعد تعمق کنیم، سعی کنیم همدیگر رو نخواهیم ضایع کنیم، بلکه از هم یاد بگیریم، چون این یک ساعت و یه ساعت و نیم هم تموم میشه. اون تأثیری که ما میخواییم بذاریم مهمه. بفرمایید. روزتون بخیر. با عرض ادب احترام خدمت شما و عزیزان. قربان شما. عزیز. من دفاع از کسی نمی کنم، ولی کار امروزی شما مثل کشاورزی است که روی زمینی داره کار میکنه و دارید دانه میخورید. شما نگران امروز نباشید. دانه های شما، من میتونم قسم بخورم، دانه های شما به بهترین نحو رشد میکنن و کسانی که باید از این کلمات محبت آمیز شما و عزیزان دیگه استفاده کنن، استفاده رو میکنن. خیلی ممنون. من سوال من جنوبی هست، من از آریزونا تماس میگیرم و متاسفانه خیلی قطع وصل میشه، ولی میخواستم ببینم که تمنا میکنم یا امروز به دفعات دیگر اگر به شخصی برخورد میکنیم که متاسفانه از نظر جسمی کمبودی داره و شخص دیگری اونجا نشسته و نگران هست، یا مثلا لفظاً کلمه اینگه، یا منی که اینجا نشستم و میگم خدا یا شکرت که من دست دارم، این شاکر بودن درسته که من شاکر باشم؟ شاید نتونم با الفاظ یا استفاده کردن از کلمات منظور خودم رو کنم، ولی این رو میتونم که شما معلمی هستین با تجربه، محبت میفرماییم این رو برای من و دوستانمون توضیح بدیم. من ممنونم، متوجه شدم و من یه دو هفته دیگه برنامه‌ام رو به همین مسائل تخصیص میدم، ولی به طور کلی بایستی خدمت شما عرض کنم که انسان خلوتش با جلاش بایستی یکی باشه. یعنی من همونطوری که در مورد یک فرد در جلا یعنی حضورش فکر میکنم، حرف میزنم، در فکرمم بایستی سالم باشم. و همیشه شما بدون عیوب جسمانی ملاک انسان بودن نی، بلکه عیوب فکری، تعصباتی که ما داریم، خرافاتی که داریم، اونا شاید قابل تعویض به سختی باشه. من دماغم رو میتونم عمل کنم، چشمم رو میتونم عمل کنم. بنابراین این دو طرفه است. ما باید شاکر باشیم که این عیوب رو نداریم، ولی در این حال عیوب دیگری شاید داشته باشیم. بنابراین به جای اینکه عیب ببینیم، سعی کنیم حسناتش رو ببینیم و اگر یک فردی هست که احتیاج به کمک داره، به صورت انسان بهش کمک کنیم. من 5 دقیقه دارم، تمام خطوط می‌درخشه. دوباره از اول بفرمایید. الو، جناب عزیزی. بفرمایید قربان. من از تورنتو کانادا تماس میگیرم. خیلی خوشحالم که برنامه‌تون رو همیشه من دنبال میکنم، برنامه‌تون خیلی جالبه. از آقا جناب کاردارم خیلی متشکرم که حضور دارن در اینجا و همه مستفید بشیم از بیانات شما. صحبتتون چیزی نیست به غیر از اینی که مردم رو راهنمایی کنین برای صلح، برای دوستی، برای انسان واقعی بودن و ترک تعصبات. و تعصبات هم چیزی نیست به غیر از جهالت، یعنی اون جهالت هست که باعث میشه که انسان تعصب داشته باشه. اگر انسان ها اینو بدونن که باید آینه قلبشون رو، یعنی قلب رو صیقل بدن، یعنی اون کدورت، یعنی اون چیزی که رو قلب هست صیقلش بدن صاف بشه، اون نور میتونه درش بتابه و همه چیو میتونن به چشم بصیرت، به چشم روشنایی ببینن. ممنونم از لطف و محبت شما. و نکته اساسی که فرمودین، اساس تمام تعصبات جهالته و هر چقدر جهل ما کمتر بشه و اون کمتری با بینشگرایی، دانشگرایی میشه و از همه مهمتر عدم تبعیض. این رو اگر ما رعایت بکنیم روز به روز بهتر میشیم. ممنون. بفرمایید قربان. الو جانم، بفرمایید.
بر بزرگوارون آزاد اندیش. میخواستم عرضی بکنم که شاید بزرگواران بدونند ولی برای این که همگان در این شریک بشیم من این عرض میکنم. انسان وقتی که هر موجودی اصلا وقتی پا به عرصه وجود میذاره دو چیز همراهشه، یکی ترس و یکی جهل، و حاصل این دوتا طمع. ما باید بتوانیم به وسیله‌ای که اون علم ارتباط این دوتا رو با هم قطع کنیم، چون این دوتا هم دیگه رو دائم تشدید میکنن و انسان را به همون طمع و بیراهه میکشونن. باید به وسیله علم، علم واقعی، نه اونم شبه علمایی که بعضی الان دارن درست میکنن و تحویل بشر میدن، به وسیله علم واقعی این ارتباط این دوتا رو قطع کنیم، این جهل و ترس رو، و انسان از اون طمعی که اون رو به بیراهه میبره باز بذاریم. خیلی خیلی ممنونم، واقعا تشکر میکنم، چون یک بحث عمیقی رو شما اینجا سر نخش رو دادین و اونم آن است که اصل اساس ترس جهل. هر چقدر جهلمون رو کم بکنیم ترس ها رو هم کمتر میشه و بنابراین انسانی تر میشیم، و الا اعمالمون یا بر اساس جهل میشه یا بر اساس ترس میشه. اونجاست که اون وقت باید هی به این بهشت و جهنما هی معتقد بشیم. ولی ممنونم، تشکر میکنم از لطفتون. بفرمایین، یه سوال دیگر هم خواهم گرفت. بفرمایین. درود بر شما. احسان واقعی. قربان شما، بفرمایین. بنده به عنوان یک ایرانی ارمنی برخورد می‌بالم که بیننده برنامه شما هستم. بدرود و بهترین‌ها رو براتون آرزو دارم. قربان شما، ممنون دعاهای شما هستم و من خوشبخت هستم که همگی با همدیگه مشورت میکنیم و خدا حق شاهده آنقدر که من از شما یاد میگیرم، از مهمانانم یاد میگیرم، من هیچ موقع اصلا قابلیتش رو هم در خودم نمیدیدم و مجددا تشکر میکنم. من یک دقیقه دیگه دارم و یه سوال میگیرم و عذر میخوام که دیگر دوستان رو باید ازشون صرف نظر کنم. بفرمایید. جانم بفرمایید. من که باهاتون صحبت کردم که من مخواستم با آقای دکتر ریاضتی صحبت کنم، تماس بگیرم. بله. شما فرمودید گوشه نگه دارید، من هر دقیقه. بله بله، الان من ریاضتی هستم و برداشتم. بفرمایید قربان. بفرمایید. من به شما باید بگم. بنده حبیب ریاضتی هستم، شما با تلویزیون صحبت می‌فرمایید. بفرمایید، تو برنامه هستین. بله. آقای ریاضتی با یکی دیگه صحبت میکنن که نه علت جنو که شما تلویزیونتون را اگه کم کنین میبینیم من و شما با هم داریم صحبت. بفرمایید. ولی من وقتم تموم شد متاسفانه. جانم ریاضتی، جانم، فقط در یک کلمه از حضورتون خواهش میکنم و من جواب بدید صادقانه. شما بحثای زیادی رو کردید و منم معتب پای صحبت شما نشستم و گوش میدم و از بیانتون واقعا لذت میبرم. فقط در یک کلمه آره یا نه به من بگید صادقانه، آیا شما به خدا ایمان دارید؟ بنده به خدا ایمان دارم، ولی نه این خدای عتیقه خرافی، بلکه خدای من یه خدای جهانیه، کلی هست، همون خدایی که اینشتین ها بهش معتقدن. بنابراین من نه اصرار میکنم نه. هر کسی با نظر خاص خودش. بله بله بله، قربان شما. بله کاملا صحیحه. بنابراین بله، ما انکار نمی کنیم، عقیده بنده عقیده بنده است تا زمانی که تحمیل نکنم، همونطور که اینجا هم تشویق شدیم. با عرض تشکر مجدد از جناب کاردان و همچنین از شما عزیزانی که زحمت کشیدین زنگ زدین، شما رو به خدا می سپارم تا هفته آینده. خدا نگهدار.